بعد از این صحبتی که جوان کردش دیگه با ما، به ما که به اصطلاح جوان قدیمی هستیم دیگه ما نمیتونیم به اصطلاح بالاشو بزنیم. حالا به هر حال اینم به قول معروف شانس ماست که بعد از بهترین ها باید صحبتمون رو بکنیم. به هر حال خواستم از به خواهر مریم واقعا تبریک بگم به خاطر این کهکشان کهکشان ها که این کلمه رو فکر میکنم همین بچه های مجاهد استفاده کردن و بقیه هم دارن ازش استفاده میکنن. حالا چرا میگیم کهکشان کهکشان ها؟ واقعیت این هستش که در مصاف و نبرد بین به اصطلاح جبهه خلق و این مقاومت و جبهه متحد ارتجاع و استعمار، آنچه که تعیین کننده است رزم اراده هاست. هر کسی ارادش بیشتر باشه، چه این طرفی باشه چه اون طرفی باشه، اون میبره، اون برنده است. و یک دورانی بعد از دوران ها میرسه که این رزم اراده ها و این قدرت اراده ها محک زده میشه که ببینیم اینا چند مرده حلاجین. این کهکشان یکی از همان دوران ها بود که اراده ها محک خورد و دلیل اهمیت این کهکشان هم همین محک خوردن این اراده ها بود. این شهید هفت برادران بودش که در لحظه آخر اون زمانی که ما از دروغ و ریا، هیچ انسانی در اون لحظه دروغ و ریا نداره و خالی از دروغ و ریا میشه، میگه ما استادیم تا آخر. این رمز هستش. کی میمونه تا آخر خط؟ اون که بمونه تا آخر خط برده. حالا چه اون طرفی باشه چه این طرفی باشه، اون طرفی به نظر میاد که به این نتیجه رسیده که تنهایی، نه ارتجاع به تنهایی میتونه این مقاومت زمین بزنه و نه استعمار. و هم نگونه آقا بیاید دست به دست هم بدیم، یکیم تقسیم کار بکنیم، مساییمونو با هم دیگه یکی بکنیم، یکی بره کارهای سخت افزاری بکنه و کوکتل مولوتوف بندازه و تیراندازی بکنه، یکی کار نرم افزاری بکنه و در مهد دموکراسی بیاد حقوق دموکراتیک رو نقض بکنه. بعد برای اینکه اینا یکی می با هم دیگه به اصطلاح هر دوتاشون همه فن حریف باشن، توی آلبانی میرن کارهای سخت افزاری رو میکنن، بعد کارهای نرم افزاری میمونه به دست بقایای شاه و ارتجاع که پایکوبی میکنن و به هم میگن تقصیر خودشونه، که اونم اینم جبهه متحد ارتجاع و استعمار هستش. خب حالا ما اگه میخواستیم به یکی در مورد اهمیت یک همبستگی در جبهه مقابل یک دلیل بیاریم، هیچ نسخه‌ای بهتر از این که طرف مقابل با هم متحد شده نمیتونستیم بسازیم. یعنی ما الان با اتحاد همین ارتجاع و استعمار فلواقع یک نیاز داریم برای یک همبستگی ملی. و من میخوام اینو از حد ملی هم بالاتر ببرم و واقعا در این دوران آنچه که انجام شد، چه در میدان رزم، میدانی که همه لباس رزم پوشیده بودند و آمده بودند از همه جا که تظاهرات بکنند روز شنبه، و تا در اینجا که تمامی این شخصیت ها آمدند و حرف زدند و گفتند، و واقعا این یک همبستگی ملی فقط نبود، یک همبستگی انسانی بود. ما باید این رو بستش بدیم به همبستگی انسانی، و این راهی است که ما داریم میبینیم داره جلو میره. و واقعا من شاید بخوام تمومش کنم اینو، اینجا دوستان ورزشکار زیادن که وقت آدم به نزدیک قله که میرسه دیگه هر
قدمی که برمیاری واقعا سنگینه، چرا که هوا رقیق میشه، بعد دیگه همون یه قدمی که پایین کوه برمیداشتی اون بالا دیگه اصلا دردآوره. حالا اگه قله رو نمیبینید به این دلیل هستش که یکی میباید ما سقف بالاتر بزنیم، تازه هوا رقیق تر خواهد شد، تازه قدم ها سنگین تر خواهد شد. پس آماده باشید، پس بجنگ تا بجنگیم. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.